قیام سراسری مردم ایران در سال 1401 با دامنه‌های مهارناپذیر اون انرژی‌های شگفتی از مردم رو در مواجهه با نظام ولایت فقیه آزاد کرد. اما در مقابل دشمن و وابستگان خارج نشین هم دست به کار سرکوب و همزمان ایجاد راهبند برای ایجاد این قیام شدند. چه جریان‌هایی به عنوان راهبند قیام عمل می‌کنند؟ برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با آقای محمد حیاتی. به شما سلام و خوش آمد میگم آقای حیاتی. این روزا صحبت از این هستش که بقایای سلطنت به عنوان یک راهبند در مقابل قیام معرفی میشن. خواستم ارزیابی شما رو تو این رابطه بشنویم و تفسیرتون رو. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون آزادی. برای همه شما مردم قهرمان و مردمی که جز آزادی و دموکراسی میخوان آرزوی موفقیت میکنم. بفرمایید. اما راجع به سوالی که کردید، شما میگید که بقایای سلطنت به عنوان راهبند چه کردند؟ برای اینکه من بخوام به این جواب بدم خوب دقت کنید. ببینید، این قیام ظفرنامه 401 قبل از هر چیزی چه کسی و چه شخصیتی رو هدف قرار داد؟ میخواست چیکار بکنه؟ هدفش که بارها گفته شده، هدف این قیام مثل قیام‌های قبلی به خصوص 401 سرنگونی رژیم بود. اما همطور که میدونید، بنا به دلایلی که بحثش رو خواهیم کرد، سرنگونی محقق نشد. راهبندی وجود داشت که شما سوال میکنید، ولی باید اینو بگم، همچنان که قیام‌های مختلف یکی بعد دیگری نشون داد که هر کدوم شدیدتر از قبلی با کیفیت بالاتر و گسترده‌تر در جهت سرنگونی، بنابراین گرچه این بار قیام 401 به سرنگونی منتهی نشد، ولی حتما در قیام بعد با جرقه دیگر حتما سرنگونی محقق میشه. اما گفتیم ببینیم هدف چیه؟ اون که ظاهرا نشون داده میشه و همه میبینند، هدف این قیام سرنگونی رژیمه. ولی میخوام بهتون یه چیز بگم، اگر عمیق‌تر نگاه کنیم یک مسئله پیچیده‌تری وجود داره و اون منافع استعماره که هم پیچیده است و هم مهمتر. بنابراین وقتی که این قیام رو در روی اینها قرار میگیره و موفق میشه، باید ببینیم اونها چه کار میکنند و چگونه راهبند خواهند بود. این رو بهتون بگم، اینکه من از استعمار و حامیان و مماشاتگران رژیم صحبت میکنم چیز جدیدی هم نیست. در این 43 سالی که رژیم سر کاره، مگر مماشاتگران و استعمار چیزی علیه مجاهدین کم گذاشتن و فروگذار کردن؟ ببینید، قتل عام شد، چشماشون رو بستند. به جایی که رژیم رو در لیست تروریستی برن، مجاهدین رو در لیست تروریستی بردن. بله، اینها مگه کم کار کردن؟ از مجاهدین رو در لیست تروریستی بردن به جای اونها. اونها رو بمباران کردن در هماهنگی با رژیم. در 17 جوان به تمامی پایگاه های شورای ملی امامت در فرانسه حمله کردند. میخوام بگم این چیز جدید نیست. اینا در این مدت همواره پشت ارتجاع بودند. به همین دلیل وقتی که در قیام 401 متوجه میشن که قیام داره به چه سمتی حرکت میکنه، وارد صحنه میشن. دوباره در پشتیبانی اون میان وارد صحنه میشن تا جلوی قیام رو بگیرند. بنابراین در این سالها میخوام بگم ارتجاع و استعمار دست در دست هم علیه تنها آلترناتیو واقعی که موتور محرک قیام ها و همین قیام 401 بود در مقابلش می ایستند. چرا؟ این خیلی مهمه. اینها با اینکه در این سالیان
بمباران کردند، پلیس بردند، کودتا کردند، ولی فایده نداشت. مجاهدین با کانونهای شورشی قیام رو رهنمود داشتند، جلو بردند. بنابراین دیدند حالا که نمیتونن نابودش کنند و این چندین سال نشون داد، پس بیان یه کاری بکنن، لاغر مانع ایجاد کنن برای اینکه اینها به هدف سرنگونی نرسن. پس ببینید راهبند از کجا شروع میشه؟ از موفقیت هایی که قیام 401 رو داشت. خوب دقت کنید، اما چگونه؟ به چه وسیله ای؟ تنها اهرمی که داشتند، تنها وسیله‌ای که داشتند بچه شاه و شاه پرست ها بودند که این اهرمشون بود که با چتر اونها، بهانه اونها بیان مانع بشند. بله آیا حیاتی، الان شما اشاره کردین به این که اینها، یعنی مشخص شما از ارتجاع و استعمار از همدستیشون با هم گفتین، ولی مشخصا از همین راهبندی که همین به عنوان بقایای سلطنت دارین نام میبرین، من می‌خواستم نگاهی بکنیم به مواضعی که اینها در رابطه با سپاه داشتن، به سپاه پاسداران. شما مواضع اونها رو چطور دیدین؟ ببینید، اولا شما میگید که بحث سلطنت میکنید، من دو نکته رو اینجا بگم. اولا سلطنت در تاریخ ایران به دست مردم در سال 1357 به زباله‌دان تاریخ فرستاده شد. جایی برای سلطنت وجود نداره و نخواهد داشت، این تمام. اما اون که باقی مونه همین شاهپرست ها هستند، بچه شاه هست که اینها هم خوشبختانه بد گفت و این واقعا برای ملت ایران قیام آفرینان، اونها که خون دادن در این راه، نشون میده که ارتجاع و استعمار جز این جریان بیریشه و حباب توخالی خوشبختانه چیزی ندارن که بخوان استفاده کنن. بل اجبار، بله، اومدن با اینها چیکار کردن؟ از طریق اینها وارد شدن. پس معلومه آخرش کارشان به کجا خواهد رسید. من میخوام نمونه ای از همین جریان بیریشه بچه‌شا بگم که چگونه اینا میخوان راهبند درست بکنن. بله. ببینید، من از دویچه وله براتون در 25 دی میگم که بچه شاه چی گفت. دقت کنید، مواضعشون سر سپاه. دقیقا میگه که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی سپاه و بسیج، این پتانسیل را دارند، خوب دقت کنید، که سپر حفاظت از جامعه باشند، به شرط اینکه از طرف جامعه یک جاپای خوب برای خود ببینند. این یک رابطه دو طرفه است و مردم باید آنها را بپذیرند. ملاحظه میکنید دو چیزی این کارد و پنیر ضد هم، خصم و مید هم، میگه این باید اون راه بده و اینم به اون توجه بکنه. این چه پیشنهادیه واقعا، به این چقدر مفتزه. اما باز هم دو چلوه چی میگه؟ بچه شاه میگه من همیشه این باور را داشتم. شما سوال کردین اینها در رابطه با سپاه چی میگن، من ندارم همون رو میگم. من همیشه این باور را داشتم و دارم که نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی، یعنی بسیج و سپاه، میخواهند به مردم بپیوندند. عجبا، 40 سال مردم دنیا تجربه کرد، مگه این قتل عام ها در همین قیام ها 1500 شهید 98 750 شهید در 401 قتل عام های اینا رو کی انجام داد؟ میگه اینها میخوان به مردم بپیوندند، مردم باید آماده پذیرش آنها باشند و آینده آنها را تضمین کند. مردم آینده آنها را تضمین کنه. مردم ایران با نیروهای جمهوری اسلامی، یعنی بسیج و سپاه، انادی ندارند. نباید مردم ضامن آینده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی باشند. حالا حیاتی، این مواضعی که شما الان دارین میخونین از مواضع همین شاهپرستا و مشخصا رضا پهلوی در رابطه با سپاه، خب جنایات سپاه که بر همه مردم ایران روشن بوده تا این سالیان، سوال اینجاست که چرا اینا چنین جایگاهی
توی سناریوشون وجود داره، مشخصا این شاهپرستا سر سپاه پاسداران. آلیس، واقعا هم حرف درستیه. یعنی چگونه با این اهرم واقعا که افتضاحش رو همه میفهمن چگونه وارد این جریان میشه؟ بهتون میگم. ببینید، باز از قول همین بچه جواب شما میگم، میگه که شما بارها از من، بچه شاه میگه، شما بارها از من شنیدید که من به هیچ عنوانی حرکت مسلحانه و خشونت آمیز را نه تنها دفاع نمی کنم بلکه محکوم می کنم. باز هم ببینید، میخوام بگم که این آدم با محکوم کردن به قول خودش خشونت، این اجازه میده، کاری به این نداره که رژیم ارتجاعی و دیکتاتوری دینی هزار ده ها هزار نفر رو به خاک خون بکشه، هیچ مشکلی نیست، اما مردم حق ندارن جوابش رو، آتش جواب آتش رو بدن. این نظر این آقاست. باز ببینیم همین بچه‌ها چی میگه. میگه من راجب سپاه سوال کردید، میگه من با تلفن با پاسداران در ارتباط هستم. پس میبینید چرا دفاع میکنه از پاسداران، خودش خودشه. بعد بازم میگه ما نمیتوانیم در ایران به تغییری دست پیدا کنیم بدون اینکه تلاش کنیم که اکثریت این عناصر، یعنی سپاه بسیج، را در طرف خود داشته باشیم. از این مفتضح‌تر و خائنانه تر میشه قضاوت کرد و انتظار داشت؟ ملاحظه میکنید؟ من بازم اجازه بدید که بگم. حالا مهم اینه که مهمترین هدف اتحاد شیخ و شاه چیه؟ این خیلی مهمه. تو اینجا هم براتون گفتم ارتجاع و استعمار شیخ و شاه با این دست اینها که بسیار بیریشه هستن چیکار داره میکنه، اما هدفشون چیه؟ تو در این چند سال که فهمیدن، به خصوص در قیام 400 فهمیدن موتور محرکه قیام به سمت سرنگونی کیه؟ مجاهدین. پس نگاه کنید، حالا من از بچه شاه میگم. بچه شاه میگه که با خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی هم رو مخالفت کرد. هدفش مشخصه که همین بچه شاه. از اون طرف مرعکس، بعد از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا با اون رسما مخالفت کرد. مجاهدین وارد لیست بشن، سپاه نباید وارد بشه. بله، بچه شاه چی میگه؟ میگه اگر، حرف آخرشو میزنه، میگه اگر انتخابی بین این رژیم و مجاهدین باشه، من البته چه خواهم گفت؟ البته خواهم گفت رژیم، به اون رأی خواهم داد. پس توجه میکنید که ارتجاعستان از طریق کی، با دست کی؟ کسانی که مثل خودشون، اونهایی که خواست استعمار رو میگن، خواست ارتجاع رو میگن، از اونها کمک میگیره. و دیدین که راجب مجاهدین چی گفت، راجب سپاه چی گفت. آقای حیاتی، حالا ما توی مواضع اخیر بقایای سلطنت و مشخصا بچه شاه این رو هم دیدیم که مدتی از لیست گذاری سپاه هم صحبت کرد که سپاه رو به طور مثال اروپا در لیست تروریستی ببره. این تناقضش رو چطور توضیح میدیم؟ بله، خیلی جالبه، تناقض در مواضعش منظورمه. بله، خب ببینید، واقعیت اینه وقتی یک جریانی هیچ ریشه در جامعه نداشته باشه، هیچ سابقه سیاسی نداشته باشه، فقط از حول این که مبادا در این سرنگونی چیزی از دست بده، واقعا بخواد بیاد مبارزه کنه با کی؟ با یک جریان مستحکم، با یک پایگاه عظیم و عمیق توده‌ای میخواد مبارزه کنه. خب این چیکار باید بکنه؟ این مگه میتونه که حرفی بزنه بدون تناقض؟ خیر، ببین، اینها عین پشه، همراه هر بادی به این طرف اون طرف میشن. خیلی جالبه، آخه رو چی تکیه کنن؟ جمع میشن، کمتر از یک ماه دو ماه پهن میشن، منشور درست میکنن، وا میرن، نه هر به هیچ حرفشون تکیه نمیتونن بکنن.
پایه‌ای ندارند، جدیتی ندارند. حالا در جواب سوال شما اینو میگم، بله یک زمانی میاد میبینه که قیام 401 خیلی جدیه، داره به سرنگونی نزدیک میشه. این اگر بخواد همون حرف قبلیش رو که بگه سپاه رو تو لیست نبرید، اون رو بگه تمام سوز میشه، از بین میره. پس میاد متناسب با شرایط لحنش رو عوض میکنه، میگه چی؟ میگه نه، نباید سپاه رو نباید تو لیست برد، مجاهدین رو باید برد، ولی اینا نباید. بعد لحظه عوض میکنه میگه چی؟ سلاح رو تو لیست ببرید. کی میگه تو لیست ببرید؟ موقعی که انقلاب و قیام پیش میره. کی میگه نبرید تو لیست؟ موقعی که فضا عوض میشه، در تغییر میکنه. میخوام بگم موضع اینها یک موضع استوار، محکم و پابرجا نیست. با هر شرایطی متمایل میشه به این طرف و اون طرف. آقای حیاتی، اگه بخوایم نگاهی بکنیم، شما از مواضع متغیر و خلاصه به مثال زدین، گفتین که مثل با هر بادی به حرکت در میان. اگه بخوایم نگاهی بکنیم به مواضع مقاومت، مقاومت ایران در رابطه با سپاه، به عنوان آخرین سوال این رو هم برامون لطفا به صورت کوتاه بفرمایید. من به طور خلاصه اینم بهتون بگم، این تازه اونجایی که بحث از انحلال سپاه هم میکنه که عوض کرد. انحلال چیه؟ همونجا مطرح میکنه، میگه اینا باید بیان جزء ارتش، اگر تخصص داشته نداشته باشن، اگر معلوم بشه که زیاد ضد مردم میشن، اینا بیان تو مردم. بابا انحلال یعنی تمامش از دست بدی، نه اینکه تقسیم بکنه. یک تیکم از همسر همین بچه‌ها براتون بخونم، ببینید چگونه رابطهشون با پاسدار رژیم تو هم رفته. همسر بچه‌ها در رابطه با مسمومیت‌ها در مدارس دخترم این چی میگه؟ میگه که از نظامیان و سپاهیان و همه مقامات دولتی که دلهایشان با ایران است، خوب دقت کنید، از نظامیان و سپاهیان و همه مقامات دولتی که دلهایشان با ایران است. عجب وطن پرستایی، کجایی شما؟ واقعا این خیانتکاری چشمشون کور کر کرده. میگه که حالا از اونا میخوام چی؟ میخوام که چنین ستمی رو نتابند، این ستم نکنن. خب این از که التماس میکنه؟ حالا برمیگردم به سوال شما، همونطور که گفتم، خب این ماهیت سپاه، این وضعیت بی محتواییشه، این همدستیش با ارتجاع استعماره. خب مجاهدین از روز اول موضعشون رو نسبت به شاه و شیخ با این سپاه پاسداران با اینها مشخص کرده. حالا شما سوال میکنید مواضع ما چی بوده؟ ببینید من نمونهش بهتون میگم. مواضع سازمان با صراحت، یک، سپاه پاسداران به مثابه نیروی اصلی حافظ نظام ولایت فقیه و تمام ارگانهای سرکوبگر باید در هم کوبیده و منحل شوند. به همین صراحت. این میگید موضع مجاهدین چیه؟ به همین صراحت. بعدن سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره. دیگه داره. چی؟ از اون طرف میگه که ببینید جهان با توجه به این آدم کشی ها، جنایت ها، این باید حق مقاومت ایران رو برای اینکه رو در روی سپاه بیسته با آتش، باید این حق رو به رسمیت بشناسن. خب من بخوام آخرین جوابم رو با پیامی از رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی تمام میکنم. ببینید چون شما سوال کردین که مجاهدین چه مواضعی دارن، آقای رجوی میگن که البته مؤسسان منتخب مردم، یعنی شورای ملی مقاومت، تصمیم میگیرد. مؤسسان منتخب مردم تصمیم میگیرد، حرف اونا، یعنی هر کاری باید با اینا بشه اونا تصمیم میگیرد. اما ما چی میگیم؟ اما از نظر ما، اگر نظر ما را بخواهند، میگوییم ارتش آزادی بخش ملی ایران با همین زنان و مردان شورشگر
که قیمت آزادی را دادند و میدهند، از کانونهای شورشی گرفته تا پیشمرگان کرد و سلحشوران بلوچ و عرب و ترکمن و دلیران تنگستان و ماهشهر و لور و قشقایی و بختیاری و نوادگان ستارخان و کوچکخان و پسیان و البته پرسنل مردمی ارتش که مانند زمان شاه به مردم میدن، همینها رو برای ما کفایت است. بله. بله خیلی ممنون که به خصوص آخرش هم از مواضع مقاومت ایران در تا ارتش آینده، یعنی بعد از سرنگونی و اینکه چه شکلی خواهد بود و چه ترکیبی باشد رو گفتیم. به هر حال بسیار سپاسگزارم از شما آقای محمد حیاتی از اینکه وقتتون رو به ما دادین و تو گفتگوی ما شرکت کردین. تشکر. خدا نگهدار شما. خیلی ممنونم و متشکرم. درود بر شما.